این پزشکان دیگه دولت و وارث مشکلات اقتصادی و درباره جراحی اقتصادی صحبت کرده. چه حوزه هایی در اقتصاد ایران نیازمند این جراحی اقتصادی به اصطلاح یا همون اصلاحات ساختاری هستند به نظر شما؟ خب همونطور که از ترکیب واژگانی هم برمیاد، یعنی اصلاحات ساختاری یا اصلاحات جامعه، این اصلاحات در یک حوزه نمیتونه اتفاق بیفته و در واقع فقط صرفاً پرداختن به یک رفع یک ناترازی، حالا ناترازی سوخت، ناترازی بنزین یا ناترازی برق و دیگر ناترازی ها، پرداختن به هر کدام از این تک مسائل و تک مشکلات رافع مسائل ایران نیست، کما اینکه این جراحی یا این اصلاحات به تعبیر سیاستمداران در سالهای گذشته بارها و بارها رقم خورده. و نکته عجیب و غریب این هست که تمامی دولت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی اونها آغاز این اصلاحات رو با ناترازی یکی از بازارها آغاز می‌کنند و در واقع اصلاح قیمت‌های نسبی یکی از بازارها و یکی از این ناترازی‌ها رو در دستور کار قرار میدن که به تعبیر برخی از اقتصاددانان شوک درمانی از اون یاد میشه، در حالی که خب حاکمیت یا قدرت سیاسی حکمرانی وظایف دیگری هم بر عهده داره، مثل فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی بدون رانت، فعالیت اقتصادی بدون تبعیض، فعالیت اقتصادی هرچه بیشتر رقابتی تر و فراهم آوردن زمینه در واقع فعالیت آسان‌تر فعالان اقتصادی یا رفع موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی. به تعبیر خود آقای پزشکیان که ظاهراً به دلیل جراح بودن از واژگان پزشکی در حوزه اقتصاد استفاده می‌کنن، خب ایشون هیچ بیماری رو با تب بالا یا با عفونت بالا به اتاق عمل نمیبرند. پیش از اینکه بیمار رو جراحی بکنن تلاش میکنند عواملی رو که منجر به تب شده، عواملی رو که این عفونت رو ایجاد کرده، اونها رو کنترل بکنن، کاهش بدن و بعد بیمار رو به اتاق جراحی ببرند. یا بیمار رو در وسط بیابان جراحی نمیکنند، شرایط محیطی رو فراهم میکنند، یک محیط استریل، یک محیط همراه با امکانات رو فراهم میکنن و بعد بیمار رو جراحی میکنن. با این حساب به نظر میرسه که این در واقع مقدمه چینی برای افزایش قیمت یک نهاده، افزایش قیمت یک خدمتی که به مردم ارائه میشه، نمیتونه اصلاحات جامع یا اصلاحات ساختاری و بنیادین اقتصادی لقب بگیره. پس بنابر صحبت شما این اصلاحات نیازمند پیش نیازهایی هستند. اگر این پیش نیازها و این اصلاحات بخواد انجام بشه و منجر به افزایش قیمت ها بشه، جامعه چقدر توان تحمل اون رو داره؟ خب دو پیش نیاز اصلی و اساسی داره هر تغییر سیاستی که قرار هست که دولت در دستور کارش قرار بده. اول فراهم آوردن شرایط بین المللی و شرایط پیرامونی است، یعنی اقتصاد ایران نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره، نیاز به روابط بین المللی داره، نیاز به بازار برای صادرات داره، نیاز به بازار برای تامین مواد اولیه مناسب چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ قیمتی داره. و بدون حل و فصل مسائل حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل، اصلاحات جامعه اقتصادی اگر نگیم ناممکنه، بسیار دشوار و بسیار هزینه‌زا خواهد بود. پیش نیاز دیگه که خب در صحبت‌های آقای پزشکیان هم بهش کم و بیش اشاره میشه، اجماعی است که در میان مردم باید وجود داشته باشه، در واقع کم کردن فاصله و شکاف بین دولت و ملت که شکاف بسیار عظیمی است و نیازمند بهبود هست. دولت در پایین‌ترین سطح از سرمایه اجتماعی به سر میبره و به نظر میرسه که پروژه آقای پزشکیان و دولتش تحت عنوان وفاق ملی در حوزه وفاق با سایر ارکان حاکمیت تا حدودی موفق بوده، میشه از رأی اعتمادی که مجلس به تمام وزرا داد یا اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی که رهبر جمهوری اسلامی به دولت پزشکیان داد، این رو فهمید که اجماع در داخل حاکمیت رو به تا حد خوبی تونسته دولت پزشکیان پیش ببره. اما هنوز بر سر اجماع ملی یا تفاهم ملی ما اقدامی رو ندیدیم، یعنی گفتگویی با مردم، با به ویژه اون بخشی از مردم که حتی در انتخابات شرکت نکردن، یک نیمی از جامعه ایران هستند، در این حوزه برنامه خاصی رو ندیدیم، کما اینکه میشد پروژه‌ای رو هم اینجا تعریف کرد، رفع فیلترینگ یا آسانگیری حق انتخاب پوشش، حق انتخاب سبک زندگی، اینها
مواردی است که می توانست به عنوان یک پیش نیاز برای دیگر اصلاحات در حوزه اقتصاد منجر به افزایش اعتماد عمومی به دولت 14 بشه، که خب هیچ کدوم از این دو پیش نیاز اساسی برای اصلاحات جامعه اقتصادی نه اقدامی دربارش صورت گرفته و نه اینکه نشانه هایی از اینکه دولت عزم جدی داره برای اینکه چنین پیش نیازهایی در دستور کار قرار بده در دست نیست. متشکرم. آقای حسن نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی که از پراگ همراه ما بودید.